قاره آفریقا در چهار دهه اخیر شاهد رشد و افزایش تعداد شیعیان بوده است بر همین اساس روز به روز بر تعداد مساجد حسینیه ها، مدارس علوم دینی و نیز مراکز شیعی در کشورهای مختلف آفریقایی افزوده شده است. مسجد ما حسین علیه السلام یکی از این مساجد است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم هی در مجید. شهر دو آلا پایتخت اقتصادی کشور کامرون در قلب قاره آفریقا است. شیعیان در محله نیوبیل در مرکز این شهر مسجدی به نام امام حسین علیه السلام دارند. این مسجد اولین و تنها مسجد شیعیان در قلب آفریقا به شمار می رود که در سال 2000 میلادی یعنی 22 سال پیش ساخته شد و از آن روز تا کنون هیچگاه صدای اشهد آن ان علی الله از ازان این مسجد قطع نشده است. این مسجد در ابتدا یک منزل سخابه کوچک بود که یک کتابخانه کوچک هم در دل داشت و مرکز تجمع دیدار شیعیان کامرون بود که البته به عنوان مسجد یا مکانی برای نماز خواندن هم به شمار می رفت. اما به همت عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه مسلم در کامرون و با تلاش فراوان حاج محمد سالیسو از شیعیان برجسته کامرونی در سال 2006 این خانه با بخشی از زمین های اطرافش به مسجد امام حسین علیه السلام که فضایی بزرگتر بود تبدیل شد. نکته جالب این است که تنها بانیان مسجد امام حسین علیه السلام شیعیان مؤمن بودند و ساخت این مسجد دو سال به طول انجامید. مساحت مسجد امام حسین علیه السلام در حال حاضر 150 متر مربع است و کتابخانه با 300 جلد کتاب دینی دارد. یک مدرسه دینی کوچک هم در این مسجد بنا نهاده شده و چندین طلبه در آن تحصیل می کنند. مسجد امام حسین علیه السلام دو طبقه دارد و بر اساس معماری شرقی ساخته شده و گنجایش 250 نمازگزار را دارد. داخل قبه سبزرنگ این مسجد نام چهارده معصوم علیه مسلم خطاتی شده و بر زیبایی آن افسوده است. البته از کمبودهای این مسجد میتوان به نداشتن چاه آب اشاره کرد. ناگفته نماند. اولین نماز جمعه شیعیان در کامرون نیز در این مسجد برگزار شد و همچنین در طول سالهای گذشته در مناسبتهای زیادی مجالس و برنامه های دینی و مذهبی در آن برگزار شده است. این مسجد شیعی با مدیریت شیخ عبدالکامل روحانی کامرونی که چندین سال در شهر مقدس قوم تحصیل کرده اداره می شود. روحانی دیگری به نام شیخ ابو حسین هم که نیز در شهر مقدس قوم تحصیل کرده مدیریت کتابخانه مسجد امام حسین علیه السلام را بر عهده دارد. این مسجد در سال 2019 میلادی افتخار برافراشته شدن پرچم سرخ رنگ حرم متحر امام حسین علیه السلام را در خود دیده و از آن روز به بعد هر سال در ایام محرم الحرام چندین شب و روز مراسم عزاداری در آن برگزار می شود. حیدر مجید اخبار شیعه